سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان گلم خوش اومدید به قسمت سی دوم دو از طراحی سایت با HTML امروز قرار هستش که با تگی به نام تگ فوتر و تگی به نام آی فریم آشنا بشیم و میخوایم بگیم که کاربرد های هر کدوم از این تگ ها چیه فقط قبل اینکه بریم سراغ آموزش خوشحال میشم که حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید اگر ساب نگردید در انتهای ویدیو اگر ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و حتما نظرات و سوالاتتون رو اگر خواستید میتونید تو قسمت کامنت ها بنویسید خوشحال میشم که بهشون پاسخ بدم بی معطلی بریم سراغ آموزش خب من از جلسه سینوم میخواستم یک تگی به نام تگ فوتر رو هم بهتون بگم ولی متاسفانه تایم تا ویدیو بالا با رفت و بعدش توی جلسه سیو اومدیم ستا تگ رو بررسی کردیم که مربوط به حالا کد نویسی میشد که اگه خواهیم که کد نویسی ها رو مثلا در صفحه HTML قرار بدیم من چه تگ استفاده کنیم یا فکر کنم آره راهنمای کیبورد رو هم گفتیم KBD که تگی هستش برای اینکه شما به کاربر بگید که چه دکمه رو, رو روی کیبورد فشار بده خب تو این جلسه بریم تگ باقی مونده فوتر رو هم بررسی کنیم گفتیم که تگ هدر برای ساخت هدر وبسایت ها هستش قسمت بالایی وبسایت ها بعدش میتونید بیاید محتواتون رو با استفاده از تگ های دیو آرتیکل سیکشن یا هر تگ نگهدارنده دیگه ایجاد کنید و در آخر هم با تگی که امروز آره باش آشنا بشیم میتونید هدر در واقع فوتر سایت خودتون رو ایجاد کنید من ورک بذارید کار چند است که داریم انجام میدیم ابتدا یک بار نگاه کنم خب ورک 27 همی که داریم انجام میدیم من این رو ورک 27 نام گذاری میکنم سند HTML رو خب خیلی عالی شد این رو هم کنترل اس میکنم و در این فایل هایی که اجاز قبل هم کار کردیم با نام ورک 27 هم قرار میدم خب بریم شروع کنیم به کد زدن میام توی بادیمون یک تگی داریم به نام تگ فوتر بذارید ابتدا من از بالا شروع کنم مثل همون قبل یک هدر بزنم یک تگ هدر گفتم این تگ هدر رو با تگ هد اشتباه نگیرید این تگ هدی که اینجا خودش ایجاد کرده این هدر برای ساخت سرور بر کس و درون تگ هد گفتیم که در واقع هویت صفحه و چیزهایی که مورد نیاز صفحه هستش قرار میگیره خب اولین چیزی که تو وبسایت میبینید معمولا یک هدر داره دیگه من یک ارتفاعی هم به این هدره میخوام بدم با استفاده از CSS میام این کارو میکنم یک استایل میزنم و درنش میام مینیسم هیت خب به صورت پیشوست که میدونید دیگه ارزش رو اندازه صفحه در نظر میگیره من حالا طولش رو میخوام مثلا 300 پیکسل 30 پیکسل کمه گفتم 300، 300 نمیکنیم زیاده 150 قرار میدم خب این از این و بکراند کالر رو هم بهش میدم که معلوم باشه که به چه صورتی هستش بکراند کالر رو قرار میدم درونش هم یک متنی می نویسم به عنوان هدر می بخش بندی کنیم دیگه وبسایتمون رو خب بریم الان نتیجه رو ببینیم می بینید که هدر من به این صورت ایجاد شد بذارید نوشتش رو هم بیارم به وسط منتقل کنم و یکم فونتش رو بزرگتر کنم دستورش رو میدونید دیگه بعد اینکه background کالر رو نوشتیم حتما گفتیم که سیمی کالن استفاده میکنیم بین دستورات CSS همون یک دستوری به نام تکس داریم که محتوا رو به وسط منتقل میکنه و خب و یک سیمی مجدد دوباره میزنم و این دفعه میام اندازه متنش رو عوض میکنم به عنوان فونت سایز حالا فون سایزش رو 45 پیکسل قرار میدم فکر کنم اندازه مناسبی باشه خب میبینید که وسط منتقل شد و توی در واقع فون سایز هم تونستیم بیایم به اندازه نوشتم رو عوض کنیم خب حالا فرض کنید یک دیوی میخوام ایجاد کنم که مربوط به ساختاره میشه گفت صفحه هستش حالا میتونه تو این دیو برای نوشته و آرتیکل قرار بگیره سیکشن برای مختلف در بخش های مختلف حالا کاری اونها نداریم برای این استایل هم, یک ارتفاعی تعریف میکنم این خب مثلا یه ذره باید بیشتر باشه 700 پیکسل فکر کنم اندازه مناسبی باشه و یک بکراند کالر رو هم بهش میدم بکراند ویزیبلیتی زدیم اشتباه خب. همه این کتار رو دوره CSS قراره که با هم بررسی کنیم بعد من الان دارم بیشتر از این استفاده می که در واقع شما ایزان آشنا بشید کاملا با نحوه کود زدن CSS حالا تاثیر مثبتی هم داره تو یادگیری CSS بعدن این بخش رو رنگش رو brown قرار میدم قهوه ای قرار میدم و مجددا یک تکسلاین بهش میدم تکسلاین سنتر و فونت سایز این بخش رو هم مثل بالا این رو کم بزرگتر قرار میدم 55 پیکسل فکر کنم عدد مناسبی باشه خب بریم نتیجه رو ببینیم خب خوبه حالا یک نوشته هم درنش قرار میدم به عنوان مین یعنی بخش اصلی وبسایت هم که حالا یا بادی بذاریم بهتره دیگه بدنه وبسایت هستش دیگه بادی وبسایت خب به این صورت ایجاد کردیم و در آخر بخش پایینی وبسایت رو بهش میگن فوتر اون چیزی که الان ما میخوایم باهاش کار کنیم و تگ مربوطش رو ببینیم چی هست بیا من وبسایت یا سانلو رو بیارم خب میبینید که در انتهای صفحه یک کادری هست یک کادر مشکی رنگی هستش که بهش میگن فوتر قسمت هایی که در انتهای صفحه قرار میگیره معمولا شامل فوتر وبسایت هستن بذارید شاتر رو هم ببینیم وبسایت شاتر رو خب میبینید چاتل هم فوترش رو اینجا داره شاتر فکر کنم گفتم شاتل اسمی کنم خب این هم از فوتر یا و این هم از فوتر میشه گفتش که شاتل خب حالا با استفاده تگ فوتر شما میتونید بیایید فوتر خودتون رو هم ایجاد کنید فوتر رو میتونید با استفاده از تگ دیو هم ایجاد کنید ولی خب همه اینا رو تو یک جلسه بهتون گفتم که استفاده نگه دارنده های مختلف و بجا و در زمان خودشون باعث بهبود عملیات سئو سایت میشه و گوگل تشخیص میده که گوگل خب عین ما متوجه نمیشه از نظر دیداری که ببینه گوگل میاد محتوا رو بررسی میکنه و با استفاده از این تکهای های شما اومدی رو استفاده کردید میفهمه که مثلا این بخش فوتر هستش این بخش سایت بار هست و این بخش هدر هستش پس ما همین صورت بیاید و مثل همیشه که گفتم از نگهدارنده ها توی جای مناسب خودشون استفاده کنید الان البته متاسفانه بعضی از سرراهان دیگه از این تک استفاده نمی و میان درونه تگ دیو قرار میدن ولی خب بهتر استش که واقعا این تک استفاده بشه تا ظاهر جدا از ظاهر وبسایت ساختار وبسایت هم به صورت استاندارد باشه خب به فوتر هم بیاید یک استایلی بدیم و صفت استر رو بهش بدیم و بذارید ارتفاع این بخش رو مثلا 400 پیکسل زیاد هستش بذار 350 پیکسل قرار بدم و یک سیمی کالن قرار بدم بکراند کالرش رو مشخص کنم به رنگ مثلا چی بذاریم کنم این رنگ سبز روشن رو مناسب باشه البته اگه این رنگ سبز باشه خب تکست لاینش رو هم طبق معمول سنتر قرار میدم و فونت سایزش رو همون 45 پیکسل قرار میدم خب بریم نتیجه رو ببینیم در هم متنی با عنوان فوتر قرار میدم فقط میخوام اینا رو به شما ایزان بگم که با بخش های مختلف وبسایت آشنا بشید خب میبینید که الان وبسایت ما به سه بخش اصلی تقسیم شده یک بخش مربوط به هدر هستش که اینجا مشاهده میکنید الان شاتل ها اینجوری هدرش بله یک اینجا لوگو موشن قشنگ هم اینجا میبینید خب وبسایت یا سانلود هم هدر داره این هم هدر یا و فوتر یا فوتر شاتل و تمامیه بخشی که بین فوتر و هدر قرار میگیره بدنه وبسایت هستش یعنی این بخش سفید رنگ درونه میشه گفتش که یاساا ای از اینجا شروع میشه و قبل از اینکه فوتر رو بیاد به کار ببره تا اینجا بخش تموم میشه این هم دقیقا بعد از هدر که این منو هستش شروع میشه که شامل یک اسلایدی هستش که شما میتونید این رو با دکمای خودتون دکمه های خودتون ندیگه دکمه هایی که در نوع وبسایت قرار گرفته جابجا کنید از اینجا شروع میشه و در انتها تا این نقطه ادامه داره پس این بخش شد بادی و در آخر هم بخشی به نام فوتر که معمولا قسمت درباره ما حالا قرار میگیره تو این بخش حالا بذارید پرسی کنیم مثلا میبینید سوالات متداول قرار میگیره کپی رایت متن کپی رایت قرار میگیره در انتهای اکثر وبسایت ها و حالا شماره ها و شبکه های اجتماعی که قرار هستش که توی دوره CSS همون بیایم و شروع کنیم وقتی که دیگه های CSS هم یاد گرفتیم شروع کنیم به پروژه زدن پس HTML رو از شما تقاطع دارم که کامل ویدیو ها رو ببینید اگر قسمتی رو هم یادتون رفته از قسمت های قبل حتما یک میشه گفتش که فلش بکی به گذشته بزنید و اونها رو یاد بگیرید که توی دوره میشه گفتش که CSS همون به مشکل بر نخوریم چون باز هم با کتای HTML تو دوره مون کار داریم خب برای این جلسه کافی هستش توی جلسات بعد هم فکر کنم نهایتا دو, دو یا سه جلسه دیگه باقی مونده دورمون حالا باز هم من هر جلسه یک عدد مشخصی رو میگم ولی خب احتمال میدم که همون توی دو یا الا سه جلسه دیگه دوره HTML رو به پایان برسونیم و بعد از اون بیایم و استارت بزنیم دوره سی رو خب این هم از این بخش امیدوارم که لذت رو برده باشید کانال تلگرام و پیج اینستاگراممون رو هم آیدیش رو این پایین براتون قرار دادم حتما عضوشون بشید تمنا رو که میدونید دیگه توی کانال تلگرام قرار میدیم تا بالا همیشه گیمون و توی پیج اینستاگراممون هم میتونید آموزشات کوتاه و حالا مرتبط با طراحی سایت بر کلا تکنولوژی رو بهش دست پیدا کنید صحبت دیگه باقی نمیمونه خوشحال که این جلسه رو مشاهده کردید تا جلسه بعد خدا نگه.